به نام خدا، روی خلیلی هستم و جلسه دوم دوره پایتون در خدمت شما هستیم. تو این جلسه میخوایم در مورد لوپس و فانکشن حرف بزنیم، حلقه ها و توابع. خب بریم سراغ حلقه ها سریع تر، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. خب حلقه های تکرار، مثلا ما به جای اینکه مثلا ما میخوایم عدد 1 تا 1000 رو چاپ کنیم یا لیست دانش آموزا رو چاپ کنیم، پرینت کنیم، یعنی چاپ کنیم و پرینت بشه، به جای اینکه بیایم همشون رو یکی یکی بنویسیم، واقعا کار اوسه رو یه اون بزنیم 10000 تا 20000 تا آدم مثلا داره کنیم لیست تمام کارکنهای مثلا چرتر نفت در برای اینکه این کار سریعتر انجام بدیم میام از حلقه ها استفاده میکنم. چجوری؟ مثلا من میام میگم انرژی که میخوام شما بدم واید، اینجا وایل رو مینویسم و اینجا شرطی قرار میدم. مثلا من یه متغیری به اسم x تعریف میکنم، مقدارش رو 2 قرار میدم و حالا وایل رو که مینویسم بعد یه شرطی مینویسم، میگم x تا زمانی که کوچیکتر از 10. یه چی کار کن؟ پرینت کن برا من ولی فقط 2 رو داره واسه من چاپ میکنه، هیچ وقت به چیز نمیرسه. خب من میام وایل رو مینویسم چی میگم؟ هیچ وقت که 10 نمیشه، پس تا بی نهایت ادامه داره. من یه وایل مینویسم بعد همون ایکس کوچکتر از دارم می نویسم، این دو نقطه هرم هیچ وقت یادتون نره. این رسم دیگه هم دیگه هم x مساوی 0 وایل پرانتز کار بکنه 10 دو نقطه داره کار کرده، پرینت x اینو باید چیز کنیم، داخل چیز کنیم، x بعد یکی به x اضافه. این همین مساوی چیه؟ x مساوی x به علاوه 1، یعنی x مقدارش چیه؟ یه به جمع کن با x بریز داخل خود x. این میگه عدد 0 تا 9 برای من چاپ شد. یا مثلا من میام وایل رو مینویسم بعد x، الان x مقدارش 10 دیگه، من x رو میگیرم مثلا x رو چاپ کنم، 10 رو برای من چاپ کنم، اینجا 10 شد. اصلا یه کاری بکنیم الان، این کار جانه y x زمانی که x مساوی مساوی 0 بشه، تا زمانی که x مساوی مساوی 0 بشه، یا تا زمانی که x کوچکتر از بزرگتر از صفر. ببخشید اینجور پیدا شد، بیا پرینت کن برای من چیو برای من پرینت کن چیو هلو هلو KNTU is student. Okay. بعد بیا چیکار کن؟ x منها مساوی 1. بذارم اینجا واسه ما 10 بار نمی باید چاپ کنه. هر چی میشه تا اینکه x برابر 0 بشه. بعد ما میخوایم که حلقه تا بی‌نهایت ادامه داشته باشه. چجوری؟ وقتی بنویسم true حلقه تا بی‌نهایت ادامه داره،
بنویسم print کن برا من سلام رو تا بیمه برا من چاپ نگاه کنید ای درش سلام رو چاپ و معلوم نیست که باید هم دیدید دیگه چجوریه. یه شرطی داره یه کدیمانی من کاربردش هم حالا توی دو تا مثالی که قرار براتون حل کنم. یا مثلا میتونیم یه کاری کنیم فاکتوریال رو بنویسیم. مثلا من میام یه ایکسی تعریف میکنم مساویه صفر، کاری ندارم. میام نویسم وایل x چکار کن x مساوی x شیش باشه. دو نقطه به یه سی تعریف کن. ببینیم در اولی هم سی هم یه دونه تعریف کنم درش یک خبر بودم. یه وایت تعریف می کنم یه بیکس بودم نشد وایت بیکس. خب بعد می هم نیستم چی سی مساویه سی ضرب داره ایکس. خب درسته. بعد می هم چیکار کنم x و چه چیز جامعه چون سی و پینج نگیرفت. خب یه کاری کن وایل رو بنویس x ده دو نقطه سی مساویه. خب اینو که نوشتیم یه همین هم بنویس سی مساوی سی ایکس بعد ایکس مساوی یک بعد پرینت کن سی. ولی این هر دفعه پرینت میکنه سی هم چاپ برای رو کنه که ایکس در در ایکس که صفر رو برای من چاپ کرد چون مقدار ایکس رو چی بذاشتیم صفر و این ایکس ضرب داره صفر میشه صفر. پس اینجا باید چی کار کنیم؟ مقدار ایکس رو بیاییم مساوی یک فرق من همینو کپی میکنم الان دیگه باید درست برای ما صفر رو چاپ کرد. چرا ای داره صفر بازم چاپ
میام از اول می نویسم بذاریم مقدار یک سون سوی یک قرار بدم اول چون بالا سی مقدارش چند شد صفر شد به خاطر همینه پس حواستون به اینا باشه که تغییراتون رو سی مساوی سی در ایکس ایکس پلاس مثبت یک بعد اینجا یه ایپ می نویسیم می بینید که داره چند کنه برام مثلا بذاریم همین پرینت رو بزنم یکی واسه ما هر سری فاکتوریال حساب ما یه دونه نتیجه نهایی ببین هر سری فاکتوریال داره حساب میکنه داره واسه ما جمع میکنه من فقط یه نتیجه نهایی میکنم همین کپی میکنم و یه ایف همه چی حل میشه ایف هم که جلسه ها میاد گرفتیم ایف اینم باید مقدارشون درست کنم سی مساوی یک ایس مساوی یک ایف if x مساوی مساوی 10 شد بازم این دو نقطه رو نذاشتم مساوی 10 شد بیا چیکار کنم پرینت کنم برای من یکی که واسه ما این رو چون الان ده فاکتوریه دیم میشه خب یه پروژه مینی پروژه مینی خب حلقه دیگه که میخوام برای شما جام فور فور یه متغیرم اینجا تعریف میکنیم برای شما دونیم این یه بریدیم این رنج اینجا می نویسیم کوچیک ما می نویسیم مثلا رنج مثلا یک تا ده دو نقطه و دست رو بسیم اینجوری بنویسیم بین دو تا شت. من الان بسیم بین رنج توی که بنویسیم پرینت کن واسه من چیو آی رو دیگه نمیخواد بنویسم آی پلاس پلاس و اینجور چیزا پرینت کن واسه من آی راحت پرینت کنم یه بنویسم فور مثلا یکی از دیدیم دیگه چجوری ما مثلا میتونم یکی از کاربورت های فور مثلا من یه لیستی تعریف میکنم اینجوری یه لیست تعریف میکنم اینجوری لیست تعریف میکنم یه چند تا اسم میبیسم مثلا کوریا حواظه باشه دابل کد داخل کد شم باشه اسم ها چون سترینگ میخوایم بگیر و اگه هم اسم بنویسید ارور حتما میده اگه یه داخل کد شم کوریا جواد یا جواد اینجوری نمیسی علی مثلا ارفان خب من یه لیست تعریف کردم میتونی تایپ تایپ نیمو هم ببینم اینا فور می نویسم فور آی اونایی که توی یوتیوب کار کردن حتما می دونن که یه حلقه هست به نام فور ای چه می نمونه فور آی این دیگه رنج نمی نویسم می نویسم نی مصابه قرار بعد میگم چی کار کن پرینت کن برا من هلو هلو رو علاوه یه چی علاوه هم این وقت اینجوری رو من چاپ کرد ولی دیگه نیم نمی نویسیم اشتباه بودم چند بار از بچه دینم که اشتباه تکرار کردم نیم نمی نویسیم آی می نویسیم دیگه به عنوان آی چیز کردیم مؤلفه ای می خواهیم چیز کردیم و اینجوری چاپ می کنم هلو پوریا هلو جواد هلو علی هلو ارفان
بعد بازم یه کار دیگه میتونم بکنم، همون این آی بذارم، بعد بیام بگم if مثلا if i مساوی مساوی چی شد، مثلا علی شد دیگه نمیخوام چیکار کن، آقا بریک کن، بریک کن بریک کن. علی رو چاپ کرد دیگه، بعد علی رو که ارفانه رو چاپ نکرد، این مثلا یه کار دیگه هم بکنم، این رو کپی میکنم میرم اینجا، این که بهش برسه میتونم کن کنیو. اوکی خب من اینجا میدیسم جواد اینجا خدا همه رو چاپ کرد، نباید این کارو میکرد. این باید یکی یعنی علی رو میپرید یکی، چون میچاپ کرد جواد رو چاپ کرد، ولی اینجا بیام بنویسم جواد رو واسه من چاپ نمی کنه، این کنتینه باعث می که جواد رو بپره. خب این دوتا نکته بود که تو سه چهار تا نکته بود که تو چیز به شما گفت تو یه این اسمش چیه حلقه ها بینیم سراغ فانکشن. سعی میکنم کم فانکشن توابع چیه؟ توابع یه ورودی میگیره یه خروجی به ما میده، درسته؟ بهش میگن توابع. خب مثلا پرینت کن واسه من سلام، خب این سلام خودش یه توابع است که این کار رو انجام میده، توابع خود پایتون. مثلا تایپی که می نوشتی مثلا که چت چه نوشه برای من نمیذاره کلیت باشه، خب مثلا دیگه چی مثلا ایف ها اینا چیز هم. یا مثلا من میام مسو یک کتاب خونه داریم دیگه، کتاب خونه هم با ایمپورت مثلا اسم کتاب خونه هم بود، بعد میزدم پرینت کن برای من چی مس اسم کتاب خونه دات پی، بعد میمون عدد پی رو برای من اصلا چاپ میکرد. خب اینا تابه چجوری تعریف میشه؟ مثلا من به جای اینکه بیام هی عملیات رو انجام بدم و هی تکرار کنم، به جای اینکه این کار رو انجام بدم کارم راحت بشه دست بحث سر به جوی کنم سواب است، هی به جای اینکه بیام بنویسم آقا دو به علاوه دو مساوی چهار، هی به جای اینکه بیام اینجا چاپ کنم، مثلا میبینی که یه جا مثلا 5-6 تا عملیات خیلی سخته، یه بار تعریف میکنم و من فقط متغیر رو جا بزنم، تابع رو با دف تعریف میکنم، بعد اسم تابع مثلا سام یا مثلا ویلکام میزنم، پرانت ای بابا دف ویلکام پرانتز باز و بسته دو نقطه، بعد میام چی کار میکنیم پرینت میکنم اه اه
Hello, 10-2 students. خب هیچی واسه من چیز دیگه ولی وقتی ویلکام رو بنویسم یه هلو کنت یو ستودنس رو برای ما چاپ یا مثلا میخوام متغیر بدم میخوام دو عدد مثلا چاپ کنم سام تعریف میکنم بعد دو تا مقدار آب بهش میدم دو نقطه ایش یادتون نره اسم مساوی قرار میدم با آب علاوه میام بگم یه چی رو باید برگردونه دیگه این با ریترن اسم بزنم بعد رو میگم سامه یه آوبه رو وارد کنم یک و دو رو بهش میدم میاد سه رو برای من جمع بکنم خب این هم از یه تابه اینجور تعریف میکنم خب عجب نظر اینجا یه ماشین حساب بنویسیم یعنی سه تا پروژه یکی اینکه اولش ماشین حساب بنویسیم دومیش چیه؟ دومیش اینه که بیایم تابه مکلورن ای به توان ایکس رو بنویسیم تو برنامه نویسی برامون ای به توان ایکس رو حساب کنه سومیش اینه که سینوس تتا رو بیاد واسه من حساب کنه خب من میرم فایل نیو باز میکنم اینجا خب میخوام ماشین حساب بنویسیم من دف رو میزنم دف کل نگل کی بید رو کل میزنم بعد من سه تا مقدار ازش میگیرم آب و به او سه یکی دو تاش متغیر آمد یکیش هم انتخاب کننده عملیات کنم خب دو نقطه نداشتن اینجور شد خب من دو نقطه میزنم میام مینویسم if a مساوی مساوی یک باشه دو نقطه یه کاری کن چیکار کن اس مساوی آ علاوه ب بعد ریترن کن برا من چی رو همون الیف آ مساوی دو باشه درسته بعد بیا اینجا درسته این تموم شد بعد بیا چی کار کن یه ایو مساوی قرار بیدم با اینپوت اینپوت خب می‌نویسم انتر یور فرست نمبر سکند نمبر بعد میام می‌نویسم بی مساوی فلوت بی سی مساوی فلوت سی چون
قبلا گفتم که استیم درسته. بعد اینا هم درست کنید تا منظم تر بشه. بعد میام می نویسم ای مساوی اینپوت. حالا میام حالا ایون سلکت یور اپریشن دو نقطه یک کار کن جمع کن دو منها کن سه ضرب کن چهار سیم و انجام بده. من یه دو نقطه هم میزنم اوکی شد. بعد میام چی کار میکنم؟ مساوی این ته بعد میتونیم یه کار دیگه هم بیایم یه حلقه اینجا تعریف کنیم. اگه عدد بزرگتر از 4 رو چاپ کرد به از عدد برش نشون میده. یه مثلا اینجا طرف 5 رو وارد کرد میاد دوباره نمایش. اگه 4 رو وارد کرد یه مقدار پیش فرض واسه آ میذارم که مساوی 0 اوکی. بعد آ مساوی این تا آ بعد یه چیکار کنه واسه ما کله آ و به او 0 رو هست
همدن دارم بعضی چیزها رو اشتباه می نویسم، یه جا می ندازم درست می نویسم تا شما بفهمید یکم جلوتر بیافتید. من درست شد چی شده؟ اینو باید ریترن کنم. یا به دیگر این چیزی تعریف کردم. آها احتمالا این فلوت گرفته اینت بیرون. خب این از ماشین حسابمون که ایسته با نمیدم چجوری با چون شاید احتمالا اینت اینا رو گرفته بخاطر هم. خب مرد در بیان بیام از افر بیام بیدونم یه درست کنم تابع بست مکلورن اونه که ریاضی یک بست کردن تابع ای به توان ای اینجا می نویسم ای به توان ای مساوی چی بود؟ اونه که ریاضی یکشون پاس شدن سامیشن x به توان n تا m فاکتور بعد این هم از صفر n این تا هفت میخواییم دست بگیریم میخواییم اینو بنویسیم تو ببینیم همه ماشین حسابه که میبینیم مثلا ای به توان x و یا سینوس x رو حساب میکنن از طریق این هستن انتایتل رو باز میکنم بعد بلکه دیگه فاکتوریل خودمون ننویسیم اونجا نوشتیم دیگه نمیخوام تکراری بنویسیم من میام استاب های آمده مست استفاده میکنم از mt دیگه بدونیم که مست دات فلان بنویسم بنویسم همون mt دات خب من یه تابه به اسم دف تعریف میکنم dxp نقطه بعد یه مقدار اولی اینه که مثلا یک میذاریم دو میذاریم یه مثلا صفر میذاریم چند میشه فلان یه اس تعریف میکنم مساوی صفر که هر سری مقدارشو بریزید بعد یه فور تعریف میکنم این رنج حالا رنجش هم یه فور تعریف میکنم حالا آی میذارم مثلا این رنج مثلا هفت میبینه تعداد ما هفته بعد میگم این تابه رو همین رو اینجا می نویسیم دیگه یه دونم F اینجا تعریف می کنم دیگه نمی خواهد بس امتی داخشیم امتی داد فکتوریال خب ولی یه ایرادی داره به نقطه‌شو نذاشتم الان درست شد می نویسم S مساوی S و علاوه اسم در برام صفر پس هیچ تغییری نمی کنه چیه؟ x به توان دو x به توان دو چه اسم بگشتم x به توان دو
بنویسیم ولی چند F یه نمیشه اینجا بذاره چون باید اینجا مقدار بدیم که این تغییر میکنه دیگه. من همین رو برمیدارم میام تو این کپی میکنم و اینجا بنویسم. خب درست شد. اینجا دو چرا نوشتم این باید ای گفتم نمیشتم به جایی که L نهی دیگه اینجا. خب بیترم میکنم چی رو این S رو اینکه هفت با چیز شد. بعد اینجا هفت دیگه این کار رو هم شد چنگ کردیم. بعد یه ایکسی تعریف میکنم پوت میگیرم اینتر اوکی. بعد میام ایکس مساویه اینتر ایکس. خب بعد میام پرینت مینویسم چیز چی میگن ای به توان دو رو واسه من حساب میکنه که بدونن درسته. و بیاییم به توان درست کنم ای به توان یک دو هفت سفر رو حساب نمی کنه. ببینیم چون از سفر شروع نمی کنه چون اینو سفر بذاره. نه اینجا رنجش رو یک تا هفت بذاشم این سفر تا هفت بذارم اینم دیگه نمی کنه. و جوابی که به دست آوردیم کامنده بزنیم چند دقیقه شد همینجور کم خواهد بزنیم یه طرف زنیم. خب تابع بعدی که میخوام تعریف کنم تابع سینوس ایکس. سینوس ایکس چجوریه؟ سینوس ایکس مثلا میخواد نمیویسم سمیشن سمیشن مثلا منهای یک به توان این اینجوری از من قبولش کنید ایس به توان دو این
خب حالا میخوایم اینو بنویسیم، این کار سختی نداره. نه من یه چیز خیلی راحت ترش کنم، این بمونه به جای سینوس رو بنویسم. خب شروع کنیم. که این همین اس تعریف کردم، اینجا هم سینوس چیز تعریف کنیم که سینه بنویسیم. سین بعد شده فور آی این رنج، این هم میخوایم هفت باشه دیگه، صفر این رنج داریم، دو نقطه نذاشتم. بعد یه علامت تعریف میکنیم، میگه اینجا از علامت میتونم بذارم چی؟ علامت مساویه آی این یک منهای یک، نمیتونیم اینجوری بنویسیم چون مثلا دیگه شو میتونیم اینجوری بنویسیم توان آی، این میتونیم اینجوری بنویسیم در این بار از این استفاده توان این منهای یک میخیم این واسه اینجا این بهتره برای سرش کم داره. خودتون بیشتر کار کنیم میفهمید که کجا کی بهتره. اینم پای پی رو تعریف کنم، نمیشه پی باید اینجا پا نوشتم کار نمیشه mt.py بعد یه چیز تا بسیم سین سینوس بعدا به تکامل مود علامت داریم دیگه ساین ساین داریم اینجا ضرب داره این منفی یک رو بگیم دیگه ایکس به توان چی بود دو آی به علاوه یک. خب به رادیانه چی بوری دادش نبید تو آیی داشت دو یعنی داشت مثلا پی دوم چقدر میشه پی میگه سین نت فاید دیفاید نت دیفاید
بچه یه نکته ای هم بگم حالا اون ایرادشو خالی نداریم بهش ایکس رو میگیرم یه اینجا میگیرده و من اینجا ایکس پی نمیشتم نمیشتم چیز کنم این رادیانه دیگه بیام اینجا یه کاری بکنم که به درجه بنویسیم نمیتونیم رو چند درجه بدم میام من یه آیی تعریف کنم که ایکس هم در در پی کنه من تقسیم برای 180 درجه است دیگه هرچی بنویسیم بهتره را خودم هم بیجم بیرد ایراد هم ایراد داریم سی درجه سی درجه سی می دقیقا داره برای ما درست نشون بده یا مثلا یه می کاری بکنم بنویسیم وای ترو چی شد باز نمیدونم چی رو نمیدونم چی رو شد خب الان چند بار دره مخواد میخواییم سینوس بگیریم سینوس 60 درجه باید کاسی رو 30 درجه 45 درجه دقیق حسابیه چون تا هفت گفتیم اونه این هرچی بیشتر کنیم زنیم ده بذارم یکی ما قوی تر بیده جمع میدونی که به صفر هرچی بیشترش میکنیم داره نزدیک تر میشه برای خود صفر نمیشه خود یک نمیشه ببخشید خود این هم که درست کار کرد خدا رو شکر انشالله تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم امیدوارم که این جلسه رو خب شما رو به خدا میسپارم تا جلسه بعدی مرسی از هم